سلام خدمت هموطنای عزیز دلم. خدا کنه که خوب و خوش و سرحال باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین، جان و جور و صحت کامل داشته باشین. سهر جان سلام علیکم. سلام علیکم نفسا جان خان، الهی شکر که جور دیدم، الهی شکر که می آوازه که خوبش که دل ما تازه. قربانت مادر کلان جان، قربانت. از خوشحالی امو سلام علیکی هم از یادت رب بابینده عزیز، سلام علیکی کن. نان به خدا شکر که جورد. دوستای عزیزم سلامک های شیرین شیرین برتان برسه. بسیار بپند پشتاره شکر که نفسه جان ما جور شد آمد کمی دل ما آمد تا دیگر. چه قپند پشتاره مادر کلان؟ همه قپند پشتاره، همه قپند پشتاره که یه دیگر در پشت گرفتن هم میتونم که نفسه جان ما شکر بگوشم. قربانت مادر کلان تان زنده باشی. شکر که جور هستین، آرام باشین، که پامیلتان بسته آرام باشین. خوش خندان باشن. الهی آمین. کیچ مسافریت خان عفا من. آمین. همه تا خوشحال، همه تا خوشبخت، همه تا روح رهانشان آرام باش آرام. الهی آمین. که چال اولادشان، که مسافرک باییم. نوبت دارم. خلاص شد بی بی جان؟ آه جانا. دیگه اگه چیزی مونده خوب بگو. نه خلاص. مقصد باز برنامه دیگه باید دوام نکنی که دیگه گفم تو گفت زدی میموندی. نه. گفم خلاص میشه. دو سرمایید است. سلام و وقت بخیر از دان دل. خدا کنه خوب صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت برتن داشته باشین. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های ما که انشالله تا آخرین دقایق برنامه با ما همراه باشین. ببینید چی چیزایی در برنامه داریم. اما تو یک سورپرایز باشه. به خدا جان که امی سحر جان سلام علیکم میکنه دوام میباشم در زمین مفتم. چرا؟ صدایت از قف پایت ما برایم. گلندر دستم یک ذره گک. خدا نکنه، خدا نکنه. جان درد گلندر. خدا نکنه. الو بچه. الو دور باش. یا خدا یا خیر از تو مرا گرفت. دور باش که مرا زود مرا نگیره که مرا زود میگیرم. خدا نکنه. نه یک دقیقه بیشتر. اول کی را دیمی بین؟ اول کی دیمی بین؟ گلوندرد جاندرد بود. ما گلوندرد نبودم. نه صرفا میکرد چی بود؟ من نفس از مبرنچید دارم. کس کریزش کنن از دیکم بیایم. اما خبو گویا که ما ریزش کردیم وقت مرا گرفتن. نه نه. کسا که پیشیریم سلفا کنه امی او کنه خلاص دره گلمه کنه جمع استم. نه خدا نکنه نه دیگه او سو بگیر ویتر. او سو بگیر بچه. نه اول تو مریض بودی از تو مرا گرفت. خیمه را چرا نگید؟ اینه آفرین مادر کلان جا قامت بدنت بالا هست. آفرین مادر کلان. اینه هم دست شدین خوب خیرتان باشه. نه خوب میگه از تو مرا گرفته. بیازی از این سایکو بیندای از این دختر گلم هست. یک شوخی کردیم هموطنهای از این دلتان چیز نگردن. اما زمانه کرونا یاد میخوان نکسه؟ کرونا در بیرونا ما در خانم یکی از دیگه فرار میکردیم. فرار میکردیم ما والا. او چی یک وقت بود، چی یک ساعت بود، چی یک ثانیه بود که به قرآن خدا در دروازه میرفتی تو که چادر دست خکلوله میکردیم دروازه را واز میکردیم، باز پس دست خکلوله میکردیم که چادر دروازه را پیش میکردیم دیگه. باز شو نصف شب مادر کلان زنگ زده دو بجه شب کلان زنگ زده نفیسه جان بله چطور هستی؟ خوب هستی جان جان؟ او دختر بخیر دیز کلا چای سیاه و زنجبیل پیدا کن. او مسلمان خدا یکان ده خانه را گشتیم چای سیاه نیافتیم. به کل خانه را ترقه زیم بخیزین خیرت از خالو نفسه در این دو بجه شو خدای نخواسته مریض هستی یا سرتم نه خونه میفهمن که من همیشه ناجور هستم. یک روز جور هستم دو روز ناجور، دو روز جور هستم یک روز ناجور. گفتم تفلک چند ساله گفت ده گفته چای سیاه بخورین؟ حالا تفلک نه چند ساله نه بچه تفلک نو به دنیا آمده مادر کلان برم قصه کرده تلفون تفلک حالا گفته ایست که امسایه داماتم این دم کوچهشان یک تفلک نو به دنیا آمده گفته که گفت زده که گفته که چای سیار امرای زنجفیل بخوره نه کرونا نمیگریتان. او مسلمان خدا دگه دروازه به دروازه دو بجه شو است که ترقص میزنیم کلگی در خون استه کلگی در غم جان خود از کال ما از بین نریم. یه چیز دوکانا بسته، چیز گشنگی، چیز بیپیسگی، چیز بیموادی بیکاری به خدا باور میکنی بچه کنم زنده کرونا را ما در شوله و پالک تیر کردیم. شوله سفید پالک، شوله سفید پالک رودای قواره ما بخیر قواره شوله را کشید و قواره سوزی پالک را کشید. کیوی کیوی نه او را خوردن نمیتانستیم بس کجا نمیتانستیم خیر دقیقه قیمت بود. خیلی کدوم خاطره جالب داریم از نمی زمان کرونا؟ از همی زمان کرونا یک خاطره جالب دارم که میره بگو دیگه با ما هزار دفعه چرا نه که همی دخترکم مریض شد.
ای دخترم که مریض شده که خدا جان دیگه یام دیگه تو تشویش گرفتیش بیخی سر روح و روانش تاثیر کردم دیگه روز بروز رنگشم تغییر کردم میره و کلپیش در جایم افتادم خیره بردم پیش دکتر دوا گرفتم کانول تیرش کردم پیچکاری و یایش تیر کرد آوردم شده خانه دیدم که دختر روز بروز یک تقریبا یک هفته بیخی دیگه در جای افتاد واس از این خراب شدارم بچه‌م چی کردم خندیم هم خواد کردین خواهم خدای خدا یاد کردیم هم گفتی اگان تا امو دنیا را گرفتیم امی دنیا را امو شو گفتم بچه دواره که خورد پیچکاریش کردم تیر کردم پیچکاریش هم یایش که خلا شد گفتم بیا بچیم هم بیاد از اکای ما هم گفتم دیگه کس خانه بودک بین کلتان در خانه همی دای که بلند که هم گفتم بچیم تا که سایتان میره سرخص کنه یعنی خوبش قب اندازه یا خواه رقص هم یاد نداره همه تا پای بزنه دست بزنه پای بزنه دست بزنه تا که سر از یه عرق آمد همی عرق آمد همی تایپ چی دای که گل کردم دختر را گفتم بیا بچه ایم درهای دگه دمی کمپل دمی بغل خود گرفتم دمی سینه خود کمپل هم سرش انداختم مادر جان تا را نگیره که تو نفس دنگیده خیر بچه ایم من را نمیگیره روی تا اوسو دور بتوی روی خواسو دور دوست را خواه دمی تختی سینهش گرفتم دمی سینه موکه هم گرفتم شد یا قسمی دختر عرق از صبح خیز جور تیار شد این تشویش روی چقدر سر روحت روی انسان تاثیرات بد دارم این خاطره جالب خاطره جالب دست کرونا بیو جان تو کنم خاطره جالب نداری؟ یا گذشت دیگه خلاص شد نی خلاص شد آه شکر که کلولا رفت دیگه داخل کلولا کلولا رفت کرونا خرید خیلی سر اصل موضوع بریم برنامه امروز برنامه چی هست آها راستی از یاد مرکب همی اصل موضوع از یاد همی اصل راستی هم اصل موضوع فراموش کردیم امروز هموطنهای عزیز جان جگر علاقمندهای عزیز قربان تک تکتان قربان دستایتان که به ما کمنت نشته کردین و به ما کمنت روان کردین چون دقیقه قدر وقت نمیتونستیم وقت نداشتیم موقعش نداشتیم که همی کمنت ها رو میخوندیم شرمنده اخلاقتان بخوان سهر جان شروع کنن حال دوسته من نگه پیش از پیش که ما در مورد کرونا که بزنیم بگوی برنامه از مربوط کرونا کرونا رو افتگی نه نه من کمنت هم میخوام خال نفسه باز خود جواب بده سعی شمشاد جان نوشته کرده گفته تشکر از برنامه عالی شما که با مشکلات زده و اوضاع بد با پوشیدن ماسک در این هوای گرم دل انسان کباب میشود خداوند متعال همراهتان باشد سر جان عزیز لطفا متوجه خود باش دختر زیبا و قشنگ هستی خداوند همراه تو و همه ملت ما باشد قربانتان زنده باشین خداوند پشت پناه شما باشه عزیزای دل دستایتان درد نکنه قربان دستایتان قربان هم اخلاق انسانیت هم وطنیتان که دلسوزی میکنین بر ما مهربانی میکنین کمانت نشته میکنین یک جان تشکر زنده باشی کوشش میکنیم که برنامه را خوبتر جالبتر براتان ثبت کنیم میگه وای وای ندست دارم نپای نپای اولا خودتان بهتر و خوبتر میفهمین و میدانین خدا میربان توکل به خدا توکل به خدا و گپی را بر ما گفته بودن خداوند نگهدار آدم زنده باشن خدا آدم کوشش میکنه که یعنی به حساب که بخوای صحت خدا نگاه کنه یا جان خدا نگاه کنه خدا نگاه کردن فرض است تو بازم دیگه خداوند پاک نگاه کنه میشه آه چی کنیم مجبور هر چی که در تقدیر قسمت من باشه مهناز جان نوشته کرده بی بی جان زنده باشید با دعای نیک و خوبت انشاءالله که تمام مسافرها به آغوش خانواده هایشان برگردد و مولانا که چشم انتظار عزیزانشان هستند به خوشی دیدار مسافرانشان نصیبشان شود لای آمین و من هم مادر جانم دیگر اعضای فامیلم را به خیر ببینم و تشکر از این که درباره خاکسار صاحب و هورا جان صحبت کردید خداوند روح و روان هر دویشان را شاد داشته باشد و قاتلین هورا جان را به جزای اعمالشان برساند الهی آمین الهی آمین چون دختر نوجوان بود راستی خاکسار صاحبم همکار سابقه و سابقیم بود دیگه راستی بسیار بر ما روز که عبدالامد خاکسار وفات کرد بسیار دردآور بود و یک چیزیست که یک هفته پیش ما در تلویزیون طلوع دیده میشم همی سر روش به حد دیده بود همی اسم پایان که سرک خدا گفت بچه گو پایای منو تا پوندیده گفتم خیر خاکسار سه جور میشیم شالا اینه پایای ما کم کم پوندیدگی آوردم
خدا مهربان است که جنت های فردوس نصیبشان بگردانه. بسیار خاطره های خوش داریم ازشان که چون زیاد کار کردیم در بسیاری فیلم ها و در بسیاری پارچه های تمثیلی و در بسیاری سریال ها پارتینر ما بوده، همکار عزیز ما بوده. خداوند جنت های فردوس نصیبشان بگردانم. مهدی جان سادات نوشته خدا خال نفیسه را شفا بدهد، خداوند رحمت کند خاکسار صاحب را و هورا سادات را. خال نفیسه مرحوم هورا همکارت بود، کاش که هورا برای حلوا براش پخته میکردی و نظر میکردی و برای روح شاد شد. قربان تان زنده باشین. چون وضعیت خودم به حد خراب بود، به حد مریض بودم، تقریبا یکان دو هفته ما در دفتر نامدم. برای خیبر جان امرایم کمک همکاری کرد، استراحت دادم. خال نفیسه نمیتونی گفت در این وضعیت که ثبت کنی، به او خاطر ما در خانه استراحت بودم، نتانستم که برم ما یک افگیدلوا کنم و سر حدیریشان برم و یک دعا فاتحه کنم. امشالله در برنامه بعدی حالا یک ذره فضل خدا به فضل خداوند بزرگ صحتمند شدیم، کم کم بخیر باز میریم. مریم جان افضلی نوشته آفرینت خاله نفیسه، پوز بسته چی قسم گپ میزنی، نفست بند بند میشه. الا دختر گلم هیچ پرسان نکن، هیچ درد دل ما هیچ، همی بخچه رو آواز نکن. بون کمت بخچه را که سر بسته باشه، بخچه یعنی همی کلا را که میپیچانن اتا پت پنان میباشم. دیگه ما محمد هیچ دیگه هیچ پرسان نکن که ما از دست ازی چقه بازا بسته. ما هی تالی تقدیرم، خدای تالی ما بسوزانه، خدای تالی ما در بده. خب این خود چطو کنم دیگه؟ خیره میشه بده، خیره سرقدی ما میگه پس بشکم. باز تو جوان هستی بچین، باز ما نفس تنگی دارم، زیاد مرض دارم، دکس کمر، دکس گردن، دیگه استخوان های زیادگی پیدا شده. دیگه وضعیتم کمش که خراب است. خب خداوند خودش شفاخانه خود همه ممان مسلمان و مریضا را شفا بده و از خیرات کنم بندی نیک پاکش مارم بده. الهی آمین. و یکی دیگه یوزر از نامش نیست گفته روح بانوهورا شاد، نظرتون قبول، داخل برنج ریگ بود اثر بشوید. چطور گفت بی بی جان؟ ریگ شوی فکره بودی؟ داخل برنج ریگ بود. حال جواب دوست دا کجا ریگ بود؟ بیده خو ما خوردیم، شما خو نخوردیم. ریگ زیر دندان من هم زیر دندان عزیز یعنی. در کجا بودی؟ من چم دم برنج بود میگم. خب برنج چم در رفتم، دیگ شوی که در رفتم قربانکتا میگم دانه گوی موشان بوده بینش. دلم عوض نگوی نه نه دلتان دیگه واقعیت هم میگم میاد دانه گر که همی مرداری خوردش بود. البته با کمال مزرد ببخشین دیگه وقتی که میگه شیرت آمد بند ننداز. خب خورده میشه، حالی چطور میشه؟ نوش جان این درد ما را دوا کرد. نه جور شد، این خال نفسه جور شد مثل که در یک چیز تبابت یک کس گفت که شما اقاز موش کرک میکنین، اقاز موش کرک میکنه که بیاد به اندازه، اما بعض کپسول ها را بخورین بوی موش داره چون او از موش تهیه شده او کپسول. هرانو میگن راستی که بوی میتن یک قسم موش بوی میتن کمی اتا آرق هم بزنین همی آرق تا موش بوی میتن موش بیک حالا دیگه بس کنین خیلی قربانتان شوم. خدا نکنه خدا نکنه بچه تاریف توصیف شکنه موش بسیار یک چیز پاک است. بسیار قندولک است. تا قرطک میزنه که شد میره خلاص. خب باشه کامنت دیگه رو بخونم. شکلا جان رحمانی نوشته نفیسه جان و نازنین از خداوند منان شفای عاجل و کامل برای ترزو میکنم. بسیار برنامه های عالی برای همگیتون، طول عمر و موفقیت های بیشتر آرزو دارم. قربانتان زنده باشین دختر گلم، دستایتان درد نکنه. مناز جان است؟ باشه ببینم. شکلا جان رحمانی قربانتان زنده باشین، قربان تک تکتان. آن کسی که کمنت کده، نشته کده، وقت خود بر ما ضایع کده، قربان دستایتان درد نکنه. آمین. مریم جان افضلی نوشته چقدر قندول است دختر لیاقت صاحب، ترازوی شدیده خاطرات و کودکی هم یادم آمد. منم همیشه همین قسم جور میکردم امروی پوست نارنج. آها راستی هم در دوران سابق امروی پوست نارنج همیشه ما ساتیری میکردیم. دورانای ما باز یک چوبه که میگرفتیم و باز یک پلگک نارنج ایسو که سوزن غار میکردیم تار منداختیم دگه پلگکشم باز در خاک میگرفتیم طول میکردیم. باز جغل سنگکا را باز
خاردار، چارک، پاو، مسقال جور میکردیم. خاله نفسه یک برنامه دیگه هم بدین که برنامه مسابقه بانجان پوست کردن بود بین ما و بی بی جانم. که بی بی جانم برنده شد. جایزش هنوز مانده سر ما. دنیا جان هشتگ قربانت بی بی جان، چقدر چقدر دل نازک داری و همیشه از دل جان به مسافرها دعای خیر میکنی و شکر که خودت واری بی بی جان دلسوز و مهربان داریم. هزار سال زنده باشی. قربان شما زنده باشین، جور باشین، آرام باشین. هر جایی که هستین آرام باشین، که تو فامیلکایتون. چیزی که مسافرات. الهی آمین. الهی آمین. خلاصتون. دیگه باش که یک دیو ماستم. خب. اینا خودت میخونی خال نفسی ما بخونم. کدام میخونم؟ واسیم جان است. برای خود نشته کرده خودت گفتی که کامنتک های کتار خودم میخوانی که نفسه جان مریض هست، انشالا بخیر خوب شوین، قربانتان زنده باشین، دستایتان ترد نکنه. یک جان سپاس، نامش نگفتی؟ وسیم جان. وسیم جان قن بچه ناز گلم، قربانت. مریم جان افضلی بازم نشته، سهر جان معلوم میشود که خورد است توبه، بی بی جان بی خمسون خود فکر کرده سهر. برای دیگه که در چوکات که هفته دیگه وقت که در برنامه بودی خورده کلان نداره. کلان هم خورده است، خوردم خورده است باز خوردم کلان است، کلان هم کلان است. آه بیخی مساوی ها نه. آه دیگه زهرا جان نوشته است خاله نفیس الله تو غذا نوشان کنید. دختر نازم غذا نوش جان میکدم اما نشد دیگه، گنین ترکایی میخوردم اما نشد دیگه، ممانعت شد که دیگه اترکایی نان نخوره، اترکایی نان بخوره. باز گفتم اترکایی امکانش نیست، به او خاطر دیگه با بزرگواری تان ما را ببخشید. مایلا گفت چرا گپ نمیزنی؟ گفت دانم پراو است. مصطفی جان صادقی نوشته چرا خانم لیاقت جان در برنامه نمیگیرید؟ هر قدر نفر زیاد باشه برنامه جالبتر میشه تا خسته کن برنامه هایتان خسته کن شده. لیاقت جان چرا خانم در برنامه نمیایه؟ جواب زیر خودت بده. جوابش خودت بده. از همه دور صدا کو پشت پرده. سلام تقدیم شما خال نفیسه، تقدیم بیننده. علیکم. مادر زینب جان همیشه در برنامه هست و هست و هست و هست میباشه. میباشه. اما وقتی که برنامه در خانه خودشان داشتیم میباشم. دقیقا از جدیه دیگه بیرون برامده نمیتونه، مشکلات خودتان میپامین دیگه عزیزای دلم. فرزانه جان نوشته است نام خدا به هر سه تان و به زینب جان هم سلام ماشالله و دختر لیاقت جان کاش دختر ما می بود. به حد دوستش دارم دختره که با این سن خورد هم با ادب هم درس خوان و هم خیلی با نزاکت و هم خیلی شیرین زبان. میشه که پیشتان بخواین چه؟ چی فرق میکنه پیش لیاقت جان زندگی نمیکنه پیش شما زندگی میکنه؟ ولی لیاقت جان هم رضایت داره. بله بله، از یک خانه که یک دیوانه برای از یک خانه که یک دیوانه برای اما مشکل اما مشکلش قگقرف همیشه دم غلیمت نباشه. دیگه باش که اینجا چیه؟ سوریا جان نوشته سلام بی بی جان، نفیس جان، سهر جان، زینب جان، نوش جان، تان دستای بی بی جان از دور میبوسم. قربانت بام بیاکتا زنده باشین. تشکر، زنده باشین. فیض الله نوشته سهر جان بسیار مقبول صدای بزرگ داشتی. ولی تو راسته که امی قولشم بپز میمونه، نا گفته نمونه که امی کردار رفتارشم بپز میمونه، چرا که همیشه آمده داشپزی یک چیز هنه یک چیز چپک کردم. او دختر سعی را برو چرا ایت قرط میزنی بزوارم؟ خود چی کنیم دیگه، شیر بزه خورده. نه من شوخی کردم خواهم دو برنامه شوخی کردم من نه، بلکه برادر بزرگم سابقه یکمه که وضعیت اقتصادی خراب بود. بله و متاسفانه مادر جانم هم شیر نداشت که برای برادرم بتا توصیر شوه و این شیرهای خوش کامل بود که وقتا برش بخرفت. بله بله قیمت بود سن برادر بزرگم شاید 26 ساله 27 ساله بیاییم. اونا دیگه مجبور شد دیگه که برش گفته مادر گفت یک چیچه بزرگ که گرفته این موضوع کلان شد دیگه از شیرازوم استفاده میگه شیر مادر کلان ما میگم که چرا تمام رفتار طرف بز رفت خب نه من نه من گفتم که بیادر من گفتم بیادر نگه بیادر خدا میگنه چقدر دوزی کردیم شیر خوردیم بگم خانیست یا نبودی در اون وقت نه در اون وقت آخو 28 سال پیش من نبودی ببخشین سنا جان نوشته باش که پایین چی کردن کمنت ها کلش پایین ده
مریم جان افضلی بازم داشته بخیر خوب شایی خاله نفیس جان خداوند عمر طولانی نصیبت کنه سایت اثر ما و از دخترکت کم نکنه قربانتان زنده باشین مریم جان افضلی یک جان سپاس دستایتان درد نکنه که کمنتایتان بر ما روان میکنین خدا به زحمت میسازین وقتتان ضایع میسازین قربان تک تکتان امید که اما علاقمندای ما هموطنای ما در این وقتا خوشان برده از خو بیدار شوند یاد از خاله نفیسیتان کنین و ممثل اسیر فقیرتان و یاد از دختر جوان ما سحر جان و مادر کلان جان کمنتایتان زیادتر نشته کنین بله بفتخار کمنتای هموطنای عزیز یک شعر براتان تقدیم میکنم آه میربانی شعرت بخوان باش مکم پیش بکنم باش وش کنی کسی نبیه و بچه که مارم از یادم پشت پرده بخوان ما در دو جهان غیر از خدا یار نداریم جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم درویش و فقیر در این گوشه دنیا بله با نیک و بد و خلق کار نداریم دیگر کار نداریم کار نداریم تشکر از کامنت های زیبایتان با انگشت های زیبایتا نوشته میکنه و با بلبل باره با زبان خال نفیسه بی بی جان و سحر خانم زنده باشی بچه گلم تشکر سیمین جان نوشته با درود و سلام های بی پایان خدمتتان صحتمندی و سلامتی و شفای عاجل نصیب خال نفیسه جان و همکاران خوبتان قربان تن دختر گلم زنده باشین خداوند پروردگار عالمین عمر خدر تمام من شما عزیزای دل بگرد آمین آره. شمشاد جان نوشته سلام به همه شما از یان دل برنامه تونالی است سر جان همیشه در برنامه کمک کرده دختر مهربان است شفای عاجل و خاله نفیسه جان تمنا دارم بی بی جان قند بسیار شیرین است قربان تان زنده باشین چه خب با یک نظر دیدین عزیزای دل خب نگفته نمانه که گپا زیاد است درده های دل زیاد است بازم تکرار میکنه میگه مایی ده گفت چرا گپ نمیزنی گفت دانم پرهوسته و از ما همچنان امتر است اگر نه تک تک تانه برتان میگفتیم که کمنتای تانه جواب تانه امت صحیح میگفتیم مگر ناگزیر عزیزای دل که وقت کم استک ناگزیر که از پیش شما عزیزای دل خدافیزی کنیم علا یارا مددگارتان